دکتر صاحب، چه زیباست که از شما در رابطه با رمضان بشنویم. یکی از درس های رمضان سخاوتمندی هم هست. میشنویم از شما. به نام حق و به یاد هموطنان عزیزی که با هزاران مشکلات اقتصادی متاسفانه دست و پنجه نرم میکنن در افغانستان، متاسفانه فکر میکنم که فلسفه ماه مبارک رمضان است. شاید هر مسلمان از دید خود ببینه و هر مسلمان برداشت خاصی داشته باشه. بعضی مسلمان هاست که تخصص دارن، تعلیم کردن در این بخش، درس خواندن، به اصطلاح مدرسه خواندن و شاید تیزیس و کتاب ها و تعلیفاتی داشته باشن. اما صحبتی که من میکنم به عنوان یک مسلمان عادی، نه یک مسلمان متخصص صحبت میکنم که مولوی صاحبا که میشنوند در دلشان نگرده که ما در میدانشان وارد شدیم و جایشان خدا نخواسته چی میکنیم. چنان نیست انشاءالله. خودتان اهل تخصص هستین در بخش حقوق، بزرگوار هستین و میخواییم که از اگر اشتباهی صورت میگیره از بزرگواری ببخشن. من خودم شخصا دیدگاهی که دارم در رابطه با ماه مبارک رمضان بیشتر از آینک یا زاویه تقوا میبینم. یعنی من به عقیده هستم که مشکل اساسی که مسلمان ها بعد از صدر اسلام دست و پنجه نرم میکنن دقیقا زیر پا کردن، نادیده گرفتن تقوا است. از زاویه و آینه که تقوا مسائل اسلامی را نمیبینن. مثلا اگر گناهکار نشوم، برای کل ما تقریبا نه تنها در افغانستان بلکه در کل دنیای مسلمان، دنیای اسلام بعد از صدر اسلام روزه به عنوان تغییر تقسیم اوقات غذا خوردن شده. نه. یعنی ما فقط مثلا به جای که صبح به این تایم به این وقت صبحانه بگیریم نمیگیریم، کمی پیشتر میاد سحری میشه جایش میگیره. نه. و شب این چنین افطار جایی غذای چی را میگیره؟ شبش میگیره و چاشت نیست. در حالی که من فکر میکنم این در واقع بزرگترین اشتباه از دید من و میگن روزه یعنی سوختاندن گناه. در واقع من بعض وقتها فکر میکنم که ماه مبارک رمضان برای شاید تعداد زیاد انباشتن گناه میشه. یعنی در ماه مبارک رمضان شاید تنها دهن ما روزه داشته باشه، چشم ما روزه نداره، زبان ما روزه نداره، دست ما به عنوان مثال روزه نداره، فکر ما روزه ندارد، روح ما روزه ندارد. به خاطر است که چیزی که باید دستاورد ماه مبارک رمضان برای یک مسلمان باشه، تقریبا من فکر میکنم که اگر مبالغه نکنم هم در عمل نامش برعکس میشه و هم چیزی از ماه مبارک رمضان برایش نمیماند. بله. در حال دکتر صاحب، در معنای تحت لفظی رمضان یا رمضان، معنای تحت لفظیش معلوم است که سوختاندن میده. هدف صحبتتان در تعریف از تقوا همی است که ما برداشت درست را از تقوا نداشته ایم که به طرف دیگر روان هستیم، در حالی که اصل چیز دیگه است. هدف اساسی در این است که ماه مبارک رمضان دقیقا حتی در تنهایی انسان بالای نفس خود تسلط پیدا میکنه. بح. یعنی کل فلسفه اسلام هم دقیق است، انسان سازی و مسلمان سازی این است که خود انسان بالای نفس خود تسلط پیدا میکنه. ولو این که هیچ کس نبینه، در ماه مبارک رمضان عوام بسیار گرم باشه و یک میوه بسیار خوبم باشه، آب میوه خوبم باشه، اما این به این اندازه تقواکار است که هزار بار شیطان و نفسش میگوید بگیرین استفاده کنین، ایران نمیگیرد. و عین چیز ما تقوا بالای نفس خود، مثلا نفس میگوید این همین مواد قیمت بفروش. بله. در کلی بخصوص در افغانستان و میفروشه. ایره کی میخواد؟ ایره شیطان میخواد. و در واقع روزش باطل میکنه با این، چون این ظاهرا روزه داره. بله. فقط نخورده. اما این از خوردن خود را منع کرد 100%. اما این غیر مشروع، غیر قانونی جیب یک یتیمه، یک بیوره خالی میکنه و نامش میگذاره اقتصاد بازار آزاد، آزاد عرضه و تقاضا، در حالی که
آدم اسمیت وقتی از بازار اقتصاد آزاد صحبت میکنه اول میگه باید بازار اقتصاد آزاد باشه. افرادی که تجارت میکنن افرادی باشه که اونها هم تاجری مسلکی است و ما متاسفانه در افغانستان هیچ کدامش نداریم. افغانستان شاید تنها کشوری باشد که قیمت ها سرسام آور بالا میره. شما در رادیو و تلویزیون اگه بشنوین تمام هموطنان یا غریب و بیچاره ما بخصوص در این سال که وضعشان صد مرتبه از نظر اقتصادی خراب شد متاسفانه، از نظر امنیتی وضع خوب شده بود اما دو سه حادثه ای که در ایراد شد متاسفانه، در کابل دیروز شد و امروز شد، باز یک دو خود امنیت هم امیدوار هستم که زیر سوال اساسی نبرن و اینا توجه کنند. بنابراین تقوا را ما نداریم، یعنی نفس بالای ما حاکم است، غصب میکنیم، حرام میخوریم، غیبت میکنیم، دروغ میگوییم، توطئه میکنیم، حسادت میکنیم، در حالی که فکر میکنم فلسفه روزه ایست که در این ماه اول کل این چیزها رو مهار کنه و بعد از ماه مبارک ای ادامه پیدا کنه، چون این باید جز خوی خاصیت انسان شد.